همکار مرتزا کازمیان اینجا در استودیو همراه هستیم اظهار نظر مقامات رو شنیدیم آقای کازمیان این تاکید ها بر جنگ با آمریکا و اسرائیل این رجزخانی ها با چه پشتوانه با چه دلایل و با چه انگیزه هایی مطرح میشه قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش شما یک مشابه سازی یا یک موضوع تاریخی رو مطرح کنم که واقعا نگران کننده است حدود 300 سال پیش در پایان عصر در واقع سلسله صفویه شکاف بین حکومت و ملت و اینکه حاکمیت وقت به نوعی عقل بود بودجه کشور رو خرج ایجاد تکیه و خانقاه و آینهای مذهبی می کرد به نوعی خراف گرایی رو در کشور رواج داد همزمان فساد و به نوعی خوشگذرانی در مقام های حکومتی رایش شد در یک چنین وضعیتی که جامعه به ویژه ضعیف و نحیف شد خب پایتخت در دوره شاه سلطان حسین پایتخت محاصره شد و رسید به جایی که اون سلسله صفویه بعد از حدود 221 سال شاه سلطان حسین تاجش رو تقدیم محمود افغان کرد. و کشور به نوعی دوچار یک تلاتوم بنیادین شد طبیعتا شرواهد یا دوره های تاریخی کاملا متفاوته الان هم شرط فرق کرده اما این صحبت های آقای میرباغری به نوعی ادامه همون خط خرافگرایی عقل گریزی عقل ستیزی و البته همزمان فساد در حکومته یعنی خود این آقای میرباغری که ریاست فرنگستانی به نام علوم اسلامی در قم رو داره تقریبا همین سال گذشته حدود 700 میلیارد تومان بودجه کسب کرد با این بودجه در قم نشسته عضو مجلس خبرگان رهبری است و دیدگاه ها و نگاه های آخر و زمانی داره و به صراحت هم گفته گفته صلح پایدار در جهان بعد از جنگ و جهاد رخ میده یا اینکه به هر حال باید مقابل آمریکا ایستاد و مردم ایران انتخاب کردند و باید این فشار و سختی رو هم تحمل کنند یک چون کسی با این دیدگاه ها که اینترنت رو بسات شیطان میدونه یا معتقد ویروس کرونا ابداع آمریکا و غرب بوده با یک چونین موازه شازی که یا مثلا حمله میکنه به مصنوی مولوی این فرد یا دیدگاه های مشابهین و البته وحیدی که پیش وزیر کشور سابق بوده یا همین امروز تریبون های نماز جمعه همه دارن بر تبل مقابله با آمریکا و اسرائیل میکوبن به نوعی رجسخانی میکنند بخشی از اینها بدون تردید کسانی هم که دارن کاسبی میکنن از منافع قدرت سو استفاده مالی میکنن بخشی از اینها افرادی هن که واقعا دوچار توهمن نسبت به جایگاه حاکمیت سیاسی نسبت به موقعیت ایران در جهان و محاسبه دقیقی ندارن و بسیاری از اینها هم طبیعتا میشه گفت که کسانی که فقط حرفایی میزنن بدون هیچ گونه پشوانه و این مردم ایران و ایران و تمامیت ارضی ایرانه که داره لطمه میبینه من اشاره کردم دیروز همین فشاری که الان متوجه ایران شده در رابطه با جزایر سگانه خلیج فارس، خودش یکی از شواهد بسیار مهمه که برای اولین بار اتحادیه اروپا ایستاده در کنار کشور عرب عضو در واقع همکاری شورای همکاری خلیج فارس و به نوعی ادعاهای مطرح شده در رابطه با این سه جزیره ایگانی ایرانی برای اولین بار داره مطرح میشه. این نشون میده همون چقدر وقتی یک حاکمیتی خرافه‌گرا میشه و فاصله میگیره از مردم و البته به فکر منافع ملی نیست، چه تهدیدهایی رو متوجه کشور میکنه. دقیقا چقدر مرتضا در مقابل صدای جنگ طلبان کسانی که بر جنگ میکوبن و اگر اتفاقا پای جنگ در میان بیاد خودشون نیستند و خودشون در حاشیه و عافیت قرار دارن صدای کسانی که خواستار جنگ نیستن بلنده واقعیتش یک فضای سرکوبی در ایران وجود داره مشکل اینجاست که متاسفانه جدای به جز این تریبون حاکمیت کسانی که بلنگو دارن مثل همین مقام های حکومتی یا همین امروز تریبون های نماز جمعه بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی که در واقع روی کرت اصلاح طلبانه دارن اینها یا سکوت کردن یا همراه شدن با روی کرت های و دیدگاه های ایدئولوژیک حکومت یکی از تاسف بارترین نظرها همین امروز منتشر شده بود از طرف محمد عطیانفر عضو ارشد کارگزاران سازندگی که میگه احزاب سیاسی فقط یک تکلیف دارن اون همین که هیچ مخالفتی نکنند با حکومت و تابع تدابیر نظام باشند ساز مخالف نزنند بیان متفاوت نداشته باشند و ابراز خوشحالی کرده که همه الان با این نگاه مقاومت همسو هستند یک چون این دیدگاه های متاسفانه در فضای اصلاح طلبی رایت شده اما با وجود سرکوب حکومت با وجود فشاری که متوجه میشه تهدیدی که میشه طبیعتا نگاه مردم به تحولات کاملا متفاوته و البته در جامعه مدن ایران هم هستن کسانی مثل مثلا دکتر حاتم قادری استاد علوم سیاسی یا ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی که الان زندانی شده یا کسی مثل مهدی نصیری فعال رسانه‌ای که زمان خودش مدیر مسئول کیهان بود حالا منتقد شده اینها دارن به صورت شجاعانه و ای نقد میکنن دیدگاه حکومت رو و البته برخی احزاب سیاسی محدود مثل جبهه ملی ایران اما واقعیت اینه که تا این صداهای اعتراضی علیه جنگ و تهدید جمهوری اسلامی برای رویارویی بی حاصل با اسرائیل بلند نشه و تحمیل نکنه به خودش رو به حکومت متاسفانه باید منتظر خسارت بیشتر بود از این پینگ بسیار پرهزینه ای که جمهوری اسلامی دامن زده در مقابله با دولت بنیامین نتانیاهو متشکرم مرتضی همکارم مرتضی اینجا در استودیو با ما